بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله و بر خاندان طیب و طاهر او و صلوات و سلام مخصوص بر سرورمون و صاحب عصرمون حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداء، امام سجاد علیه السلام طبق روایتی به شخصی به نام نعمان ابن منذر مدائنی فرمودن ای نعمان، مصیبتی رو ندیدم که سخت‌تر از اون زمانی باشه که ما رو وارد شهر شام کردن. نعمان عرض کرد که اون مصیبت چی بود؟ چه مصیبتی به شما وارد کردن؟ مصیبتی که از همه جا برات شما سخت‌تر بوده. فرمود این ظالمان وقت ورود 7 مصیبت سرمون آوردن که در طول زمان اسارت چنین مصائبی ما ندیدیم. مصیبت اول این بود که این ظالم ها دور ما رو احاطه کرده بودن، شمشیرها رو کشیده بودن، نیزه به دست گرفته بودن و به ما حمله می کردن و با نیزه ها به ما می زدن. ما رو بین جمعیت و مردم اهل شام نگه داشتن تا اهل لهو و لهب بیان، دف و تنبور رو نی بیارن و بکوبن. اومدن و شادی کردن. مصیبت دوم سرهای شهدا رو بین زنان و اطفال تقسیم کردن و نگه می داشتن. سر مقدس پدرم سید الشهدا و عمویم حضرت عباس علیه السلام رو جلوی کجاوه عمه هایم عقیله بنی هاشم و جناب ام کلثوم نگه داشتن. سر برادرم علی اکبر علیه السلام و پسر عمویم حضرت قاسم علیه السلام رو جلوی کجاوه خواهرانم سکینه و فاطمه نگه داشتن و با این سرهای مقدس با نیزه بازی می کردن. فکم من رأسن یکب علی وجه الارض بین قوائم المراکب. چه بسیار چه وقتهایی که این سرهای مقدس از نیزه می افتاد بین دست و پای این اسبها. سوم، از بالای بام مردم شام رو سر ما آب و آتیش می ریختن، جسارت می کردن. یکی از این آتیش ها روی عمامم افتاد. دست هام که به گردنم بسته بود. جای دیگه نوشتن که فرجه‌ای بین این زنجیرها به اندازه یک برگ کاغذ نبود. این گونه حضرت رو، این شخص مریض رو بسته بودن. نمیدونم چه دلی داشتن اینا. میدونن که اینا کاری نمیتونن بکنن. یه مرد بین این همه زن هست، اونم مریضه، کسی که به همین راحتی هم روی شتر نمیشه بند باشه.
چیکار مگه میخواست بکنه که احتیاج به این همه قل و زنجیر بود؟ فرمود آتیش افتاد روی عمامم، نتونستم بردارم، دستام بسته بود، عمام سوخ و به سرم این آتیش رسید، سرم رو سوزوند. چهارم، از طلوع آفتاب تا غروب ما رو تو شهر چرخوندن، از دروازه شام تا کاخ یزید راهی نبوده، ولی صبح تا مغرب طول کشید این راه. و می گفتن مردم اینها خارجی هن، هیچ احترامی تو اسلام ندارن، اینا بکشید اینا رو. من معذرت می خوام از بیان این مصیبت ها، مصیبت هایی که دل سنگ آب میشه. و خودم وقتی اینها رو می نوشتم، مطالعه می کردم، خیلی اذیت شدم. فکرشو هیچ وقت نمی کردم که یه روز بیام بخوام اینها رو بیان کنم. اینها رو هم میگم تا بچه شیعه ها بدونن و بدونیم که امامای ما اهل بیت چی کشیدن برای امثال من گناهکار، که ماها بمونیم. اگه اونا میخواستن با یک اشاره دنیا رو زیر و رو میکردن، احتیاجی نبود به این همه مصیبت کشیدن و جنگ های ظاهری. با یک خطور قلبی تموم بود، ولی برای ما صبر کردن، سوختن و ساختن تا مثل من و شما به جایی برسیم. پنجمین مصیبتی که حضرت فرمود در طول این مسیر از کربلا تا شام با چنین مصیبتی ندیدیم، ولی وقت ورود به شام دیدیم، ما رو یه جایی از مرکبها پیاده کردن، هممونو به یه ریسمان بستن، بردن در خونه یهودیا. به یهودیا گفتن یهودیا اینا از همون اهل بیت و خاندانی هستن که پدرها و فامیلای شما رو کشتن، بیایید امروز تلافی کنید، قیز قلب خودتون رو آروم کنید، آتش جگرتون رو فرو بنشونید. یا نعمان ما بقی احدون الا وقد القا علینا من التراب والاحجار والاخشاب ما اراد. نومان، هیچ کسی از این یهودی ها نمون، من که هرچی دستش بود خاک، سنگ و چوب آوردن. ششم، ما رو به بازار برد فروشا بردن. و صبیه اهلو ککل عبید، ولی خدا نزاش، خدا بهشون چنین قدرتی نداد. هفتمی مصیبت، ما رو جایی جا دادن که سقفی نداش، روزها از حرارت آفتاب، شبها از سرما آسایش نداشتیم، آرامش نداشتیم، از گرسنگی و تشنگی، از ترس کشته شدن ما آرامش نداشتیم. قبلا هم گفتیم که تنها تشنگی مخصوص کربلا نبود، گشنگی مخصوص اونجا نبود. تو طول این مسیر فقط یه چیزی بهشون میدادن که اینها نمیرن، هلاک نشن، به یزید برسن، تحویل زنده اینها رو تحویل بدن. وقتی روز بالا اومد، اول سرهای مقدس رو وارد شهر کردن، بعد خواتین اسمت و طهارت رو،
مخدرات امیر المؤمنین و سید الشهدا رو. از روایات برمیاد که در طول این مسیر کوتاه از دروازه شام تا کاخ یزید ملعون چندین مرتبه این سرهای مقدس رو به انواع مختلف چیدن و عقب جلو کردن. در هنگام ورود نوشتن اول سر قمر بنی هاشم علمدار سید الشهدا جناب ابوالفضل العباس علیه السلام بوده. راوی میگه روی نیزه هم دیدم داشت لبخند میزد. اون علمدار باعث قوت اهل بیت. سرهای دیگه، آخرین سر، سر مقدس سید الشهدا است که جلوی مخدرات و اسرا میشه. راوی بیان میکنه، تعریف میکنه که سر مقدس چجور بوده. سر مقدس هیبت زیادی داشت، نور ازش میدرخشید و ساطع بود، محاسنی گرد و خضاب شده. محاسن مقدس سیاه و سفید بود، چشمانی درشت و مشکی، ابروی باریک و کشیده، پیشانی گشاده، بینی بلند و زیبا، لبخند به لب به آسمون نگاه میکنه، چشم به افق دوخته. باد این محاسن خونی رو به راست و چپ میبره که انهو امیر المؤمنین علیه السلام، گویا امیر المؤمنینه. از اون طرف یزید ملعون اومده برای خودش جایگاهی درست کرده، نشسته و از پیروزی خودش میخواد سان ببینه. دشمن خودش رو شکست داده، مردها رو کشته، زنها رو اسیر کرده، به شهرش دارن وارد میکنن. چه پیروزی بالاتر از این؟ کسی از اونها باقی نگذاشته. میدونه اگر این دشمنش رو سرنگون کنه و از بین ببره، کسی دیگه نمیتونه در مقابلش قد علم کنه. واسه همین خیلی خوشحاله و باید چنین جشن و سروری برپا کنه. انتقام جد و پدرهای خودش رو داره میگیره، انتقام اونهایی که دیروز گفتیم نامه نوشتن برای معاویه که ما تو رو گذاشتیم که یه روز انتقام بکشی. امروز همون روزه. یزید اومده نشسته نگاه میکنه، اهل بیت رو از دروازه جیرون آوردن، داره نگاه میکنه. وقتی سر نگاهش به سرهای مقدس افتاد، این شعر رو خون. معناش اینه که وقتی از دروازه جیرون این سرها پیدا شدن، نور افشانی کردن و خورشید از دروازه جیرون تابید. در این حال کلاغی بانگ زد و فریاد زد: فریاد بزن، فریاد نزن، راحت باش، من دین خودم رو از نبی گرفتم، تسویه حساب کردم. راوی میگه سرهای مقدس رو وارد شهر کردن، من اومدم دارم نگاه میکنم، بین مردم هستم، 99 بیرق دیدم که آوردن زنها و اسرای سید الشهدا رو سوار شترهای بی جهاز کردن
و سر مقدس سید و شهدا بر نیزه خولی ملعون بوده. شعر میخونه، از خودش تعریف میکنه، من چنینم و چنانم و تمام دشمنهای خودم رو کشتم و سرهای اینها رو برای امیرالفاسقین یزید آوردم. تو این حال دختر امیرالمؤمنین جناب ام کلثوم سلام الله علیها و علی ابیها وقتی این کلمات رو از این ملعون شنید صدا زد کذبت یا لعین ابن اللعین الا لعنت الله علی الظالمین، دروغ میگی ای ملعون، کسی که بابات هم ملعون بوده، لعنت خدا بر ستمکاران. یا ویلک اتفتخر به قتل من ناقاه و جبرائیل و حمله و میکائیل، افتخار میکنی که کسی رو کشتی که جبرائیل گهوار جنبانیشو کرده و براش لالایی خونده، افتخار میکنی کسی رو کشتی که میکائیل او رو برداشته، کسی که جدش خاتم المرسلین بود و پدرش کسی بود که مشرکین رو از روی زمین برداشت، کجاست مثل جد و پدر او، جد او محمد مصطفی و پدرش علی مرتضی، کجاست مانند مادر او فاطمه زهرا که سیده زنان عالم است؟ صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. خولی وقتی چنین جرأت و شهامتی رو از بی پی میبینه برمیگرده میگه لعمری به انک من بیت الشجاعه، به جانم قسم که تو از اون خاندانی هستی که از خاندان شجاعان هستی، شجاعت هستی. در چنین موقعیتی این همه جمعیت 500 هزار نفر نوشتن اومدن دارن تماشا میکنن، 500,000 نفر و نه تماشای خالی. گفتیم بعضی شهرها فقط اومدن تماشا و سوال میکردن چیه قضیه، بعضی شهرها که گریه کردن مثل اهل کوفه، گرچه یاری نکردن، کاری نکردن، در عوض خوشحالی هم نکردن، تا جایی که میتونستن گریه کردن که بی بی فرمود اشکتون خشک نشه. ولی شام فرق داره، اینها تو دلهاشون بغض امیرالمؤمنین و خاندانشون کاشته شده. اونها کسایی هستن که گمان میکردن امیرالمؤمنین العیاذ بالله اهل نماز نبوده، وقتی شنیدن در محراب شهیدش کردن برگشتن گفتن مگر علی نماز میخونده؟ چنین کسانی هستن. بعد میایم میگیم که بعدن اومدن به اهل بیت عرض کردن ما خیال میکردیم که پیغمبر اهل بیتی جز یزید و خاندانش نداره، در حالی که هیچ ربطی به پیغمبر نداشتن، اصلا هیچ نسبت فامیلی با پیغمبر نداشتن و خودشون رو چسبونده بودن به قریش. اگر فرصتی بود میگیم براتون. بعد سر مبارک سید الشهدا علیه السلام رو وارد کردن، بعد از سر مقدس حضرت سر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو آوردن. میگم از روایات برمیاد که ترتیب سرها فرق میکرد در طول مسیر، جا به جا میشده. حامل این سر شخصی است به نام قشعم، قشعم جعفی، بعد از سر مقدس ابوالفضل عباس قمر العشیره، سر فرزند سید الشهدا علی اکبر علیه السلام رو وارد کردن. حامل سر سنان ابن انس نخعی ملعون هست و بعد بقیه اسرا رو آوردن و وارد کردن. راوی میگه 19 پرچم سرخ آوردن. عبارتی رو من میخونم ترجمه نمی کنم، جرأتشو ندارم، یه هر کی فهمید فهمید. و اشرفت الصفایا محتکات بلا وطاء ولا غطاء،
اسیرا رو آوردن و بعد سر عباس ابن امیرالمؤمنین علیه السلام رو آوردن. کسی به نام اینجا به نام ثعلبه، دستش هست یه نیزه بلندی داره، این شعر رو میخونه که من نیزه بلندی دارم که با اون به جنگ اعدا رفتم، با این نیزه به آل پیغمبر زدم، با اون قلبم رو شفا دادم که بزرگترین ناراحتی ها تو این قلبم بود. ام کلثوم سلام الله علیها برگشت بهش فرمود ویلک، وای بر تو، افتخار میکنی به کشتن اهل بیت پیغمبر، لعنت خدا بر تو باد. ثعلب خواست جسارت کنه و تازیانه بزنه طبق عادتی که تو این مسیر داشتن، هر جا به هر بهانه ای، ولی اینجا دیگه جمعیت زیاد بود، خجالت کشید از مردم، ترسید که سرزنشش کنن، واسه همین دیگه چیزی نگفت. میدونین نهم ذیحجه روز عرفه سفیر الحسین جناب مسلم ابن عقیل علیه السلام رو تو شهر کوفه دستگیر کردن و سر دارالاماره اون حضرت رو به شهادت رسوندن و سر مقدسش رو از بدن جدا کردن. همون وقت این سر مقدس رو برای یزید به شام فرستاد ابن زیاد با سر جناب هانی ابن عروه علیه السلام. این سر مقدس رو یزید دستور داد که به دروازه شام آویزون کنن. این سر آویزون بود. خدایا کی میشه اون روزی بیاد که اون منتقم بیاد تو این دنیا اقلا خونخواهی اینها رو بکنه، این سرهای مقدس. حالا که اهل بیت سید الشهدا علیه السلام با سرهای مقدس وارد این شهر میشن، نوشتن سر مسلم ابن عقیل آویزونه رو دروازه شام. وقتی که نیزه سید الشهدا علیه السلام به سر مسلم میرسه، هر دو سر خم میشن. و این دو پسر عمو، این دو برادر، این مولا و این سفیر با هم روبوسی میکنن و شروع میکنن به گریه کردن. نمیدونم چه مصیبت هایی به ذهنشون اومده بود. خدایا به حق اون لحظه ای که عشق از دیده های مسلم ابن عقیل و سید الشهدا علیه السلام جاری شد، فرج منتقمشون رو برسون. جواب